محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا از تورنتو با ما همراه هستند. آقای اولیایی فرد، دادگاه انقلاب رشت برای یک فعال کارگری حکم اعدام صادر کرده. این حکم بر اساس چه قانون، چه ضابطه ای صادر شده و اساساً آیین دادرسی تا چه اندازه در این حکم در نظر گرفته شده؟ بله، ببینید، حکم اعدامی که برای خانم شریف محمدی به اتهام بغی توسط قاضی احمد درویش در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت صادر شده هیچ پایه اساس حقوقی نداره و اعتبار قانونی نداره و حتی مطابقت با خود قوانین جمهوری اسلامی هم نداره. چرا؟ اولا که خانم شریفه محمدی رو که سال گذشته در آذر ماه به اتهام تبلیغ علیه حزب بازداشت کردن، 20 روز بعد فرستادنش به اداره اطلاعات سنندج و ایشون در واقع در سلول انفرادی بوده و طبق گفته های خود خانم محمدی در سلول انفرادی مورد شکنجه قرار گرفته برای اعتراف اجباری. بنابراین اعترافاتی که ایشون کرده، اقاریری که ایشون کرده تحت شکنجه بوده، بنابراین اعتبار قانونی این اقاریر نداره. از طرف دیگه و توجه بکنیم اتهام بغی در واقع اقدام مسلحانه و دست به سلاح شدن علیه حکومت اسلامی است. اتهامی که خب طبیعتاً به یک فعال کارگری مثل خانم شریفه محمدی نمیشونه اتهام بهش منتسب بشه و در واقع سندیکاهای کارگری مثل سندیکای شرکت واحد یا شورای هماهنگی تشکلات صنفی فرهنگیان همه گواهی دادن که اقداماتی که خانم شریفه محمدی کرده اقداماتی بوده که در واقع قانونی، علنی و مستقل بوده و این اتهامات واهی هستش. اما جمهوری اسلامی بر طبق روال گذشته خودش حکم صادر کرده برای خانم شریفه محمدی. یعنی چی؟ یعنی در واقع جمهوری اسلامی برای فعالین مدنی کارگری اونها رو میاد منتسب میکنه به گروه های مخالف مسلحانه نظام تا بتونه اولا حکم اعدام به راحتی صادر بکنه با این بهانه که اقدام مسلحانه انجام شده و دوما در واقع بتونه ایجاد رعب و وحشت بکنه بین فعالین مدنی و سوما بتونه با این اتهامات واهی حمایت جامعه بین المللی رو از این در واقع متهمین سلب بکنه. کلید واژه جمهوری اسلامی همیشه رعب و وحشت بوده، جایی که میخواسته سرکوب بکنه از سیاست النصر به رعب استفاده کرده و حتی جایی هم که انتخابات برگزار میکنه از سیاست از رأی و به رعب استفاده میکنه. متشکرم از شما محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری عضو اتحادیه بین المللی وکلا از تورنتو با ما.